رسانه آمریکایی در گزارش تحقیقی به روابط نزدیک دانشگاه پرینستون با مقام های ارشد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرداخت و مبادلات آنها با درون بیت خامنه ای. خبرهایی که باعث می شود پایان جمهوری ننگین اسلامی با محولیت آقا زودتر به پایان برسد. بر اساس این گزارش، پس از شکستن یخ روابط تهران و واشنگتن در دوران ریاست جمهوری بارک اوباما دانشگاه پرینستون با استفاده از این فرصت قصد داشت نقش یک بازیگر محوری را در ترمیم روابط حکومت ایران و ایالات متحده ایفا کند این دانشگاه مرکز مطالعات ایران را تأسیس کرد یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را در ساختار خود پذیرفت و برنامه تبادل دانشجو با ایران به انداخت با این حال در طول سالهای اخیر دو نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه پرینستون از سوی جمهوری اسلامی نیروهای نیابتیش بازداشت یا ربوده شدند. اخیرا کنگره آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، به صورت رسمی تحقیقات خود را درباره ارتباط این دانشگاه و مقامهای حکومت ایران آغاز کردند. تحولات رخ داده در دانشگاه پرینستون را میتوان هشداری دانست که نشان میدهد چگونه نهادهای آمریکایی ممکن است گرفتار سیاستهای داخلی تهران و واشنگتن شوند و همچون مهرهای در این نبرد استفاده شوند پس از تهاجم 7 اکتبر به اسرائیل پرینستون مانند بسیاری دیگر از دانشگاه های برجسته ایالات متحده به دنبال آن است که در مباحثی مانند آزادی های آکادمیک اعطای بورسیه و تحصیلی و فراهم آوردن فرصت سخنرانی برای افراد مختلف تعادل ایجاد کند این در حالی است که برخی قانونگذاران آمریکایی معتقدند چنین رویکردی با منافع این کشور در تضاد است گزارش تحقیقاتی سمافور بر اساس هزاران ایمیلی که خبرگزاری ها در اختیار آنها قرار داده. دو رسانه پیشتر بر اساس همین ایمیل ها و در تحقیقات مشترک یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در اندیشگده های غربی را افشا کردند. یک از این گزارش ها نشان داد ستن از دستجران رابرت مالی نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن رابطه نزدیک و نامتعارف با حکومت جمهوری اسلامی داشتند. در این گزارش از آریان تبا طب به عنوان یکی از اعضای شبکه تحت هدایت وزارت امور خارجه نام برده شد و اسنادی از مراودات او با دیپلومات های ایران افشا شد. خبرگزاری ها در بهمن ماه نیز در گزارش تحقیقی دیگر نشان دادن دولت ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما اتحاد پنهانی با گروه بینون بحران شکل داده بود و از این اندیشکده معتبر برای لابیگری در مسائل هسته با دولت آمریکا استفاده می کرد. برنامه تبادل دانشجوی پرینستون با ایران در سال 2014 کلید خورد. در آن زمان آریان سواتوایی معاون مدیر مرکز مطالعات ایران در پرینستون را به مصطفی زهرانی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و از افراد نزدیک به سپاه پاسداران متصل کرد. تواتبایی طب بعدها در دولت بایدن به با عنوان رئیس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا انتخاب شد. او در ایمیلی خطاب زهرانی نوشته میخوام دوستی رو به شما معرفی کنم که در پرینستون کار میکنه و شما اون را سه هفته دیگر در وین خواهید دید و علاقه مند از تحییر رو در خصوص اعزام دانشجویان ایرانی به پرینستون و اعزام دانشجویان آمریکایی به ایران با شما در میان بگذارد تبا نسخه ای از این ایمیل رو برای هریس ارسال کرد بر اساس مکاتباتی که به مشاهده سمافور رسیده هریس مشتاقانه از فرصت پیش آمده استقبال کرد و دو هفته بعد در حاشیه مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی آمریکا و قدرت های بین المللی به دیدار زهرانی رفت. به ثمر نشستن این دیدار کمی زمان برد و نهایتا اولین دانشجوی تحصیلات تکمیلی در حوزه مطالعات ایران که فردی چینی آمریکایی با نام وانگ ژیبوئه بود در اوایل 2015 کار خود را آغاز کرد وانگ در مصاحبه به سمافور گفت در مورد سفر به تهران مردد بود زیرا نمیتوانست به زبان فارسی صحبت کند و تحقیقات مقطع دکترای او در ابتدا به نقش اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی می پرداخت. وانگفسود و نگرانی امنیتی خود را با مسئولان دانشگاه پرینستون در میان گذاشت زیرا تهران و واشنگتن روابط دیپلماتیک نداشتند و حکومت ایران پیشتر به روبودن اتباع آمریکایی دست زده بود او یک دسامبر 2015 در ایمیلی به مقامات پرینستون تأکید کرد باید با مسئولان حکومت ایران در خصوص بورسیه اعطا شده به او به صورت شفاف صحبت شود در این ایمیل آمده من به عنوان یک شهروند آمریکایی غیر ایرانی تبار فکر کنم بهتر است تا حد امکان شفاف باشم تا کارهایی مغایر آنچه در ویزایم ذکر شده انجام ندهم و از ایران دیپورت نشوم هریس و دیگر مقامهای دانشگاه پرینستون به او در خصوص امنیتش و همچنین ضرورت یادگیری زبان فارسی در تهران اطمینان دادند و گفتن یادگیری این زبان در رساله دکترا و همچنین پژوهش آینده او مفید خواهد بود. چند هفته پیش از سفر وانگ به ایران در ژانویه 2016 هریس در ایمیلی به این دانشجو نوشت زمان خوبی برای رفتن به ایران است از این فرصت استفاده کن بعدها ثابت شد که دقدقه های وانگ بیدلیل نبود شش ماه پس از ورودش به ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پاسپورت آمریکایی او را مصادره کرد وانگ در روز هفته اوت 2016 به اتهام جاسوسی بازداشت و به زندان مخوف اوین منتقل شد او سه سال را در این زندان سپری کرد که بخش از حبس او در سلول انفرادی گذشت و حتی بارها تهدید به مرگ شد پرینستون نقش خود را در اتفاقات رخ داده برای این دانشجو رد کرد و گفت خطرات سفر وانگ به ایران را کم اهمیت جلوه نداده و او برای استفاده از برنامه تبادل دانشجو و رفتن به ایران تحت فشار قرار نداده بود سال گذشته یکی دیگر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرینستون به نام الیزابت سرکوف به دست شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو بوده شد. این پژوهشگر و روزنامه‌نگار در روسیه به دنیا آمد، در اسرائیل بزرگ شد و تحصیل کرد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی از دانشگاه شیکاگو آمریکا با معدل عالی شد. در مصاحبه‌ای که از او منتشر شده، او میگوید خبرنگاری را با استفاده فراوان از شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده. او که به زبان عربی تسلط داشت، رنج مردم گرفتار در مناطق جنگی را از طریق فیسبوک، واتساپ و توییتر مستند کرد و توانست شبکه گسترده ای ایجاد کند. و ایزان کرده بود ملیت و مذهبش به مذاق برخی مخاطبانش خوش نیامده با این حال همکاران و خانواده این روزنامه‌نگار گفتند نوشته های او غالبا بر وضعیت اسفبار قربانیان خشونت‌های های منطقه‌ای و فرقه‌ای از جمله فلسطینیان متمرکز شده بود توانستند اعتماد گروه ها و افراد رو که موضوع گزارش های او بودند به دست آورد اما او می کشید در یابد چگونه اعضای جنبش های سیاسی در این کشورها به رهبران فئودالی و فرقه ها وفادار میمانند در حالی که این رهبران در فرایند توسعه اقتصادی تا حد زیادی ناموفق هستند وانگ افسود در طول سه سالی که در زندان وین محبوس بود احساس میکرد کاملا رها شده است این دانشجو در جریان تبادل زندانیان میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی هفته دسامبر 2019 آزاد شد در شکوایه وانگ علیه پرینستون آمده دانشگاه با تشویق و اقنای وانگ برای رفتن به ایران شهرت و منافع سیاسی خود را بر امنیت شخصی این دانشجو مقدم دانست پرینستون این اتهام را رد می کند و میگوید هزینه های گذافی را برای آزادی او متقبل شده است تیم حقوقی پرینستون تاکید دارد که در دوران حبس وانگ از او و خانوادهش پشتیبانی کرده و حتی حمایت های مالی گسترده در اختیار آنها قرار داده است بنستان نهایتا در سپتامبر سال گذشته با وانگ به یک توافق مالی دست یافتند اما تمام این خبرها حاکی از دست داشتن آمریکا با بیت رهبری است و اینها باعث شده اسنادشان منتشر شود و این خبر خوبی است زیرا پایان جمهوری ننگین اسلامی رقم خورده است